دیگه مشتری مداریه، مشتری داور نهایی کیفیت محصول و خدماته و جلب وفاداری مشتری و کسب و نگهداری سهم بازار، که در واقع سهم بازار منظور همون مشتریانی هست که از خدمات و محصولات ما استفاده میکنن، تنها از طریق تمرکز شفاف بر نیازهای مشتریان فعلی و مشتریان بالقوه سازمان قابل انجام و بهینه سازیه. از دیگر مفاهیم بنیادین کیفیت میتونیم به رهبری و ثبات اهداف اشاره بکنیم. رفتار رهبران یک سازمان ایجاد کننده شفافیت و وحدت مقصود یا وحدت هدف در درون سازمان خواهد بود و محیطی رو به وجود میاره که سازمان و کارکنانش در قالب اون محیط میتونن در مسیر تعالی گام بردارن. مدیریت مبتنی بر فرایندها و واقعیت‌ها از دیگر مفاهیم بنیادین کیفیته. اثر بخشی یه سازمان زمانی افزایش پیدا میکنه که تمامی فعالیت‌های داخلی سازمان در ارتباط متقابل با همدیگه هستن و دقیقاً به صورت شناخته شده و به صورت نظاممند و با استفاده از اطلاعات قابل اعتمادی که در برگیرنده دانش مرتبط با ذینفعان باشن و اداره بشن و تصمیم گیری های مرتبط با عملیات جاری بر اساس این اطلاعاتی که تضمین شده و قابل اطمینان هستن صورت بگیره. مشارکت کارکنان و توسعه منابع انسانی به عنوان دیگر مفهوم بنیادی کیفیت به شکل حداکثر ظرفیت و توان بالقوه کارکنان یک سازمان مطرح میشه که از طریق تعریف ارزش‌های مشترک، ایجاد فرهنگ اعتماد و تفویض اختیار به کارکنان به بهترین وجه فعال میشه. در واقع این روش منجر میشه به اینکه تمامی افراد و کارکنان سازمان به مشارکت در پیشبرد امور و در مسیر تعالی علاقمند بشن. یادگیری، نوآوری و بهبود مستمر که یکی دیگر از مفاهیم بنیادین کیفیت هست، به این مفهوم اشاره داره که عملکرد سازمان زمانی در حالت بیشینه و بهینه خودش واقع میشه که بر اساس مشارکت مبتنی بر شناخت و دانش که در متن فرهنگ آموزش، نوآوری و بهبود مستمر جای میگیره مدیریت بشه. توسعه همکاری‌های تجاری که در واقع اشاره داره به اثر بخشی سازمان. یه اثر بخشی سازمان زمانی افزایش پیدا میکنه که اثر وحدت و همدلی و با حسن اعتماد مناسبات سودمند دو طرفه‌ای با همکاران تجاری خودمون تعریف بکنیم و در شناخت مسائل، محیط و کسب دانش بیشتر با ایجاد فرهنگ یادگیری، نوآوری و بهبود مشارکت اونها رو جلب بکنیم. مسئولیت‌های اجتماعی سازمان که به منافع بلند مدت سازمان و کارکنان اون از طریق انتخاب یک رویکرد اخلاقی که به رعایت روزافزون انتظارات جامعه و همچنین ملاحظه قواعد اجتماعی موجود منجر میشه، اطلاق میشه که این منافع بلند مدت در راستای این رویکرد اخلاقی قابل تأمین هست. حالا که به طور مختصر در مورد مفاهیم بنیادین کیفیت با هم صحبت کردیم، ارتباط بین مفاهیم بنیادی تعالی به این شکل هست که در قالب یک چرخه فزاینده این مفاهیم همدیگر رو پشتیبانی میکنن و همافزایی توأمان دارن. یعنی ما تمامی این مفاهیم رو میبینیم که به صورت متقابل بر روی همدیگه تأثیر گذارن و این همافزایی به صورت مداوم قابل مشاهده هست. الگوی تعالی برای ارتقاء مستمر عملکرد یک سازمان در قالب برنامه ها و الگوهای متفاوتی به کار گرفته میشه. در واقع الگوهای مختلفی برای اینکه ما بتونیم در مسیر تعالی گام برداریم وجود داره و در دسترس هست. بنیاد اروپایی کیفیت مدعی نیست الگویی که ارائه داده راه حل منحصر به فرد تعالی یک سازمانه. میگه رویکردهای خیلی زیادی ممکنه سازمان شما رو به یک تعالی جامع در همه جنبه‌های عملکردیتون برسونه. اما الگوی تعالی با تعریف درست اهداف سازمان و انعطاف پذیری که در اون قابل مشاهده هست و ابعاد و نوع سازمان در این الگویی که ارائه شده توسط EFQM تأثیرگذار نخواهد بود، راه حل هایی رو برای رسیدن به اهداف کیفی سازمان در راستای رسیدن به اون تعالی ارائه میده و در واقع هدف از این الگو تحریک خلاقیت به منظور تولید